سلطان، وقتی سینان پاشا گفت میخواهید مرا ببینید بسیار تعجب کردم. فکر میکردم که شما فوت شدید. مرگ از ما دور باشد. به خاطر امنیت شاهزاده من این گونه وارد عمل شدیم. کاشان سلطان برای گرفتن جان شاهزاده ام به دنبال فرصت است. به همین سبب تو را خواستم. میبخشید، این موضوع به ما چه ارتباطی دارد؟ همانطور که میدانی، سلطان مراد قصد دارد برای جنگ به شرق برود. این آخرین منزلش خواهد بود. عمرش به تصرف قلعه ایروان قدر نخواهد داد. به سلطان مراد سوء قصد خواهد شد؟ درست است؟ سلطان مراد به سزای کارهایش میرسد. شاهزاده انبایزید به سلطنتی که حقش میباشد میرسد. لکن کوشم سلطان برای مانع شدن از تمام قدرتش استفاده خواهد کرد. اگر شاه به ما کمک کند، همه چیز تغییر خواهد کرد. روزگار بر وفق مراد ما خواهد شد. عثمانی ها همیشه ما را تنها گذاشتند. اکنون چرا باید به شما اعتماد کنیم؟ سلطان مراد به ازبکان حمله خواهد کرد و من تنها راه جلوگیری از این جنگ هستم. البته که دست دوستی شاهزاده با یزید را رد نمی کنیم سلطانم. چطور می توانیم به شما کمک کنیم؟ برای اینکه شاهزاده ام به راحتی به سلطنت برسد، به سکه نیاز داریم. عثیان هزینه ای دارد. سربازان سکه می خواهد. بیا. خوش آمدی شیر مردم. چه خوش آمدی والدم. باید به حرف من گوش می دادید و همه چیز را به سرورمان می گفتیم. اکنون به هر دوی ما شک دارم. صبر کن، با آرامش توضیح بده. دیشب رفتم نزد سرورمان. بایزید نیز آنجا بود. کارهایش کافی نبوده، رفته و علناً از ما شکایت کرده. چه گفته؟ ما برایش نقشه کشیده ایم و من میخواهم او را از چشم بیاندازم و شاهزاده اکبر شوم. سرورمان چه گفت؟ هیچ. من حقیقت را گفتم ولی باور نکرد. گفت من بررسی میکنم. به همین دلیل نمیخواستم او را ببینم. نفرتی که نسبت به من دارد مانع میشود تا حقیقت را ببیند. تو نیز دست از شکایت کردن بردار. این مسئله ماست و هر کاری لازم باشد ما انجام میدهیم. باید چه کنیم والدم؟ یعنی این کارهایش بی جواب بماند؟ ببین پسرم، زمانی که بذر شک در دل انسان کاشته شود، بیان که بداند شکش ریشه میدواند و رشد میکند، ناگهان میبیند که وجودش را فرا گرفته. ما نیز باید چنین کنیم. ما بذر شک میکنیم. سرور، وزیر اعظمتان در قشلاق دیاربکر با 10,000 سربازش منتظر شما هستند. در پایگاه یونیچری ها تدارکات رو به اتمام است. سربازان برای رفتن به جنگ منتظرند. عالی است. ببینم امیرگون به پیشنهاد ما برای تسلیم شدن چه جوابی میدهد. احتمال نمیدهم که امیرگون با رضایت خود تسلیم شود. او را که میشناسی، شاهزاده ای منصوب به خاندان سلطنتی است. به خاندانش پشت نمی کند. من نیز قصد ندارم که بدون جنگ از آنجا بازگردم. اگر لازم باشد با شکافتن قلب او آنجا را تسخیر میکنم. موضوع دیگری هست؟ سرورم، واعظی به نام پاتریک گورگ به دیوان آمده بود. با رومی ها دچار اختلاف شدند. خواستار تصمیم گیری دیوان همایونی درباره روز عید شدند. این مسئله به گوش من نیز رسیده سرورم. رومیان می خواهند که کلیسای قدس در این باره تصمیم گیری کنند، لکن جماعت ارمنی این را نمی پذیرند. هر دو طرف یکدیگر را مقصر می دانند. مهمت پاشا، توانستی تصمیم بگیری در این باره حق با چه کسی است؟ سرورم، به خاطر تقویم متفاوتی که این دو جماعت استفاده می کنند دچار اختلاف شدند. حال که چنین است، تصمیمی که کلیسای قدس بگیرد اصلا عادلانه نخواهد بود،
نظر شخصی من این است که حق با راهب کلیسای استانبول است. سرورم، مهمت پاشا، برای اینکه چون این نظری را بگویی چقدر از ارمنی ها رشوه گرفته ای؟ سرورم، من هرگز رشوه نگرفتم، نمیگیرم. نگهبان، جناب پاتریک، آیا درست است که تو به آواز محمد پاشا رشوه داده ای؟ درست است سرور. تو که عالم دین هستی، بگو چرا به او رشوه داده ای؟ گردنش را بزنید. سرورم، مرا ببخشید، خواهش میکنم مرا عفو کنید. سرورم، ندانسته بود. خواهش میکنم سرورم، مرا ببخشید. جناب پاتریک به گناهش اعتراف کرد. تو هنوز میخواهی انکار کنی پاشا؟ سرورم، درست است مقداری سکه گرفتم، لکن هرگز رشوه نبوده. به ثروت خود نیفزودم. تمام آن سکه ها به فقیر و فقرا و نیازمندان بخشیده شده. سرورم، با رشوه کار خیر انجام داده ای؟ چطور میتوانی دروغ بگویی؟ رشوه‌ای که در بوسنه گرفتی را چه کردی؟ آن را نیز به فقرا بخشیدی؟ با اموالی که از کسبه و تجار گرفته ای چه کردی؟ آنها را نیز به خیریه ها بخشیدی؟ سرورم، چنین نگویید. تمامی اینها افتراست. همه اینها نقشه سلاحدار آقاست. تمامش دروغهای اوست. مرا مسئول از دست دادن ثروت پدرش می‌دارد. برای همین این دروغها را گفته. شکایت‌های مردم بوسنی مدرک از محمد پاشا. جزئیات اختلافتان با پدرم را نیز فهمیدم. پاشایی که وکیلت بود در نامش اعتراف کرد که شخصا از تو امر می‌گرفته. اینها کافی نبوده؟ برای اینکه کارهایت برملا نشود حتی به قاضی نیز رشوه داده‌ای. محمد پاشا، پس فطرتی که به حرام و رشوه عادت کند در دیوان من جایی ندارد. تو را از وزیری در دیوانم عزل می کنم. او را حبس کنید، برای عاقبتش بعد تصمیم می گیرم. سرورم، چنین نکنید. من رشوه نگرفتم. سرورم، رهایم کنید. سرورم، زمانی که ینیچری ها خشمین پشت دروازه ها بودن و مرحوم برادرتان را به قتل رساندن، من به تنهایی برای انتقام ایشان سالها جنگیدم. به خاطر شرافت خاندان من به بهای جانم جنگیدم. سرورم، سالها جنگیدم. پاداشش این بود. ای خائن تین و دولت، تو شرافت خاندان را حفظ کردی؟ سرورم، این دست بستان بود. سرورم، من رشوه نگرفتم. محمد پاشا، چه خبر از تو را به کجا میبرند؟ سرورمان توافق من با ارامنه را فهمیدند. جناب پاتریک یورگ اعدام شد. من نیز به خاطر گرفتن رشوه عزل شدم. تا زمانی که درباره تصمیم بگیرند در زندان خواهم بود. از کجا فهمیده؟ چه کسی به او گفته؟
سلاحدار. معلوم است که پاپوش از سلطان. بسیار خوب، من با سرورمان صحبت و مسئله رو حل میکنم. تو آرام باش، ببریدش. فقط همینه ممکن بود. عاقبت مهمت پاشا برای همه عبرت باشد. هر کسی که از عهد وفاداریش به من دست بکشد، بی خبر از من قدم بردارد، عاقبتش این است. حسین آقا، تو را نیز از مقام کنونیت عزل می کنم. ببخشید صبرم، ندانسته خطایی از من سرزده. بالعکس، خدماتی که انجام داده ای، صداقتت شایان تقدیر است. به همین سبب تو را دریا سالارم تعیین می کنم. امیدوارم سبب خیر باشی. خداوند مرا شرمنده شما نکند. انشاءالله. مقامی که از آباز مهمت پاشا گرفته شد، به علاوه وظایف کنونیش، برای دفتردار سلطنتی مصطفی است. بعد از این وزیر دومم تو هستی. سرورم، لطف بزرگی به من بخشیدید. لایق بودن در این مقام بزرگترین آرزویم است. همه بدانند و آگاه باشند که مصطفی پاشا نماینده اراده من و در دیوان چشم و گوش من است. آیا این خاتون را دیده اید؟ او کیست؟ هر که هست به تو ارتباطی ندارد. تو او را دیده ای، این را بگو. خیر آقا، ندیدم، لکن من دوستان زیادی دارم. عکس را بدهید تا از آنها نیز سوال بپرسم. اگر چیزی فهمیدم خبرتان میکنم. اگر چیزی فهمیدی به خلیل پاشا خبر بده، پاداش خواهی گرفت. 10,000 سکه برای سرش تعیین کردم. 10,000 سکه؟ وای وای وای، پس شخص مهمی است. تو نگران نباش آقا، اگر چیزی فهمیدم فوراً اطلاع میدم. باشه. داخل شو. پس برای آمدن به حضورت باید پشت در منتظر بمانم، اینطور است؟ ما کی به این روز افتادیم پسرم؟ اگر برای آباز مهمت پاشا آمده ای، خود را خسته نکن. مهمت پاشا با صداقت و وفاداری به دولت خدمت کرده و با ارزش است. بهتر است به خاطر احترام به برادر مرحومت سلطان عثمان جانش را نگیری. در آن زمان بسیار تلاش کرد. بدان معنی نیست که چشم به روی تمام کارهایش ببندم. برای دفاع از این پاشا حتما دلایل دیگری نیز داری. وفاداری این پاشا نسبت به تو را میدانم. بخشش‌هایش در خیریه ها همه را میدانم. در آن خیریه هر روز هزاران انسان سیر میشوند. بخشش کرده، مگر چه شده؟ نمیشود با مال حرام کار خیر کرد. این پاشای ارزشمندت ثروتش را با رشوه و ستمکاری به دست آورده. افسوس که تو نیز تمک کردی.
تو نمیبینی مراد؟ نه اطرافیانت تلاش میکنن تا ما دشمن یکدیگر باشیم، میخواهن مرا از تو دور نگه دارن. دور بودن من تو را زخمی میکند. وفاداری آنها حقیقی نیست. بیدار شو، بیدار شو، دشمنانت برای چاه میکنن. بیدار شو. این دشمنانی که دارن برایم چاه میکنن چه کسانی هستند؟ گلبهار سلطان؟ واقعا از من انتظار دارید که این را باور کنم؟ میدانم باورش سخت است، اما این گلبهار زنده است. شب گذشته دو خاتون را به اتاق من فرستاد، قصد داشتن مرا بکشند. قاسم مرا نجات داد. شاید هم امروز میتوانستی نماز میتم را بخونی. از کجا بدانم که این نقشه تو نباشد؟ برای اینکه قاسم را شاهزاده ای ارشد کنی برای بازگشت دوباره به قصر. مدرکی هم نداری. متاسفم، بسیار متاسفم. حرفایی که تو میگویی رو دشمنم به من نگفته. به قصر قدیمی بازگرد والدم، دیگر بدون اجازه من به اینجا نیا. میروم مراد، میروم، به راستی میروم. دیگر مرا نمیبینی، ردم را پیدا نمی کنی، حتی مزارم هم نخواهم داشت. تو میتوانی از اینجا مرا جدا کنی و بیرون بیندازی، اما برای آخرین بار به من گوش کن. برای آخرین بار به تو میگویم، به جان تمام فرزندانم قسم میخورم که تیر از کمان رها شده و مستقیم به سمت تو میآید. بایزید دیگر اون برادر پاک و معصومی که تو میشناختی نیست. طمع قدرت تمام وجودش را گرفته و برای این دست به هر کاری میزند. هر کاری. مقام جدیدت رو تبریک میگویم مصطفی پاشو. به خواستت رسیدی. فکر پسرم رو تسخیر کردی و مهمت پاشا رو از او گرفتی. من فقط وظیفم رو انجام دادم سلطانم. هر کسی که روی عدالت سرور ما سایه بیاندازد مجازات خواهد شد. یعنی حتی اگر والد سلطان هم باشی بیفایده است. پاشا سلطانم، اصلا و ابدا. تو فکر میکنی به روی قله ایستاده ای، ولی نمیدانی که این کوه برف و بوران دارد. زمستانش به سختی میگذرد، بهارش نیز به اندازه یک چشم بر هم زدن است. میخواهی پایین بیایی ولی نمیتوانی. تنها باید سکوت کنی. این سرنوشت چندین تن بوده. در سرنوشتم هرچه باشد همان میشود سلطان. درست است. البته من به عنوان دامادم برایت خیر میخواهم، به خاطر خوشبختی آتیکه. اما به نظر میآید که خیلی خوشحال نیست. وظایف همسریت را به جای نمی آوری. درست است. سلطانم، این یک نظر خصوصی میان ماست. شرم دارم تا با شما دربارش صحبت کنم. تو با یک فرد منصوب به خاندان ازدواج کرده ای. هر مسئله ای مسئله دولت است. تو فقط همسر او نیستی، در این حال بندش نیز هستی. وظیفه تو خوشحال کردن اوست. اگر یک بار دیگر او را غمگین ببینم طلاقش را میگیرم. اگر آتیکه را از دست بدهی همه چیز را از دست میدهی. بدون هیچ مقامی نابود میشوی و میروی. Ah!
ببخشید سرورم، آمدنتان را ندیدم. بیش از حد درگیر تعلیم بودم. بیا مقابلم بیست. میخواهم قدرتت را ببینم. با هم به جنگ میرویم. من نیز به جنگ میایم سرورم. پس قاسم چه؟ ابراهیم؟ فقط تو میایی بایزی. هنرت را به من نشان بده. با تمام قدرتت مبارزه. مبارزه شجاعت میخواهد، دقت میخواهد، مهمتر جنگجوی واقعی میخواهد. لحظه ای که تردید کنی نفست بریده میشود. باید همیشه بدانی با چه کسی میجنگی. یزید، ما چند سال فاصله سنی داریم؟ 6 ماه سرورم. حتی 1 سال هم نیست. بازی تقدیر است. فقط به خاطر اینکه 6 ماه زودتر به دنیا آمدم به سلطنت رسیدم. تو نیز میتوانستی به جای من باشی. قانون همین است. من نیز شکایتی ندارم سرورم. از این که زیر سایه شما هستم خوشحالم. به جنگ می رویم بایزید. نمی دانیم چه می شود. شاید خداوند نصیبم کند تا در جنگ کشته شوم. آن زمان تو بر تخت خواهی نشست. خدا نکند سرورم. آمین برادرم. ممنوعیت مردم را ناامید کرده است. هیچ کس از خانهش بیرون نمی رود. درست است. افرادی با می آرامش را برهم می زنند. کسی که توتون می کشد چه گناهی دارد؟ به خاطر یک دود بی ارزش چه کارهایی که نمی کنند. هنران است که آن دود از آه مظلوم بلند نشود. درست می گویید آقایان. رنگ از رخسار پایتخت رفته. افیون نیست، شراب نیست، قهوه نیست، هیچ نیست. من نمیفهمم این چه زندگی است. نیست که نیست. سلطان مراد تو را به مجالسش دعوت میکند نفی. به تو بها میدهد. صحبت کن و شکایت مردم را بگو.
شاید این ممنوعیت تمام شود. اگر من چنین قدرتی داشتم، شاعر می شدم، حکمران می شدم. پادشاه من اینطور مناسب دیدند. ما نباید مخالفت کنیم. برای همه زبان می ریزی و در مقابل سلطان مراد زبانت کاملا بسته است. خب، ترس همه جا نمایان می شود. اگر بخواهم هجو بنویسم، ترس نمی شناسم. اگر وزن عروض اجازه بدهد، از پدرم هجو می نویسم. وای به دولت که مروج قانون است. همچو حیوان و جاهل بیشر مثل سگ به چه روزی افتادی. برسید به کمک دولت آل عثمان. ای دریغ، ای مصیبت، این چه غمی است مثل سگ. کنجکاویم را ببخشید سرورم، درباره آباز محمد پاشا حکمی ندادیم. حق با والدم است مصطفی. آباز پاشا برای خونخواهی یک پادشاه جنگیده. درست است سرورم، اما حق یک پادشاه را از پادشاه دیگر گرفت، علیه عمویتان شورش کرد. حتی اگر در جنگش نیز محق باشد، کسی که به یک پادشاه خیانت کند به دیگر پادشاه ها نیز خیانت میکند. بکری مصطفی، این وقت شب در این تاریکی چه میکنی؟ چیزه، ما با دوستان گفتگو میکردیم. با دوستان آنها رفتند. من تلاش میکردم راه خانم را پیدا کنم. راه خانم؟ دنبال راه خانه هست بودی؟ خانم دستت را بیاور ببینم چه در دست داری. حاشا سرورم، مگر ممکن است از شما چیزی را پنهان کنم؟ ببینم بکری. و آن دستت. هر دو دستت را با هم نشان بده بکری، هر دو. اکنون بیا سمت من. چرا نکنید سرورم؟ سرورم، شما میخواهید من کوزه را بشکنم؟ بکری مصطفی، مگر به تو نگفتم اگر تو را بار دیگر در حال نوشیدن ببینم سرت را میبرم؟ سرورم پیش بیا. را بیا. مانند تو مگر می شود کسی دشمن دولت باشد؟ آخر چگونه تو را صاحب سلطنت بدانم ای سگ؟ نه اهل دین هستی و نه اهل معرفت، یک ملعون هستی. اگر هم تو را بکشند به جهنم می روی ای سگ. مگر می شود که دولت این چنین در دست حرامزاده ها بماند؟ از کجاست غیرت و همت شاهنشاه بزرگ ای سگ؟ بیا بگیر.
خیر باشد شاعر نزدی. از که حجد میگفتی؟ یک دنیا هست که میتوان دربارهشان حجب گفت. کدامشان را بگویم؟ میگویند جناب نفعی نتوانست حجویاتش را در یک کاغذ جای دهد، برایش دیوان نوشته. اینطور است؟ بله سرورم، دیوانی به نام استیهام القضا را جمع‌آوری کردم. پاشا از آن صحبت میکنم. کنجکاو شدم. در زمان مناسب نسخه از آن را برایم بیاور، من نیز بخوانم. باعث افتخارم است. نفعی، این مرد مانند توست، نکته بین است و در حج بسیار ماهر است. به او میگویند بکری مصطفی. نه سرفرم، من از حج چیزی نمیدارم. حاشا از حضورتان، خیلی میبخشید اگر چند کوزه شرابم بنوشم، دیگر هیچ طبع شعری در من نمیماند. کوزت شکست، شرابی هم نخوردی. برای بکری مصطفی یک کوزه شراب بیاورید. میگویند شرابهایی که مینوشی ذره ذره در آخرت گریبانت را میگیرند. چقدر خوب شد جناب، من نیز ذره ذره میگوشم که با آخرت مساوی شدم. معذیت تغییر کرده فراد آقا، سلطان مراد شاهزاده با یزید را نیز به جنگ میبرد. میخواهم تو شخصا امنیت شاهزاده ایمان را برقرار کنی. خیالتان راحت باشد پاشا، من مراقب هستم. بعد از کارهایی که سلطان مراد انجام داده، تمام پایگاه متحد هستند که به شاهزاده با یزید کمک کنند. ولی وقتی کماندار آقا حضور دارند، اصلا ممکن نیست. یعنی چری ها مقدار قابل توجهی سکه میبخشیم. اگر وضعیتی خلاف آن ایجاد شد، کاری کنید شاهزاده ایمان صحیح و سالم از اردوگاه خارج شوند. نگران نباشید پاشا، درباره گلبهار سلطان شایعی شنیدم. میگویند سلطانمان زنده اند. آری؟ اینها دروغ های کشن سلطان است. میخواهند ذهن سرورمان را به هم بریزند و جان شاهزاده بایزید را به خطر بیندازند. لکن در چای که افکندند میفتند. عاقبت محمد پاشا فردا صبح مشخص می شود. با سرورمان صحبت کن کماندار، زیرا من در هر موردی به او تذکر می دهم دقیقا خلافش را انجام می دهد. تمام تلاشم را می کنم سلطانم، اما فکر نمی کنم ببخشند. اتهاماتی که دارد سنگین است. تمامی اینها نقشه اصلاح دار است. نهایت به خواستش رسید، به دیوان آمد. گفتم دوست نزدیک پسرم و شریک دردهایش می شود. به جای خیر فقط شرش می رسد. از یک طرف او، از یک طرف بایزید، از یک طرف فاریا، همه مانند مار اطرافش را گرفتند و او را با من دشمن کردند. پسرم این حقیقت را نمی بیند. سلطانم، میگویند وقتی قلب کور شد دیگر با چشم دیدن فایده ای ندارد. من دیگر امیدی ندارم. خیلی تلخ است، ولی انسان باید حقیقت را ببیند و کاری که لازم است انجام دهد. سلطانم، آشکار از فکری در ذهن دارید. به من اعتماد نمی کنید؟ پیدا کردن فردی صادق در این دنیا سخت‌ترین کار است و بیشک هم بسیار با ارزش، زیرا آدمی زاد مانند خورشید دور قدرت طواف می کند. زمانی که قدرت نداشته باشی، اول نزدیکترین افرادت به تو خیانت می کند. خدا رو شکر اطرافم دوستانی دارم که بسیار صادق هستن.
دقیقا مانند تو. تا سرورمان همراه با خود خاندان را نسوزانده و خاکستر نکرده، برای بقای دولت عالیه صاحب سلطنت باید عوض شد. پیداست حکمم صادر شده. فکر کردی با دست به دامان شدن به کشم سلطان میتوانی نجات پیدا کنی؟ اما به پایان راه رسیدی آواز. به خیالت انتقام پدرت را میگیری؟ افسوس، مسئله شخصیت را به دولت ربط دادی. دقیقاً به همین خاطر نیست. یک روز عاقبتت از من بدتر خواهد شد سلادار. انتقام پدرم نیست، تاوان ظلمی که به مظلومان کرده این است. خدای این کار بگردن شماست.